10 کشور دنیا که دارای بیشترین منابع طبیعی‌اند. در این ویدیو با 10 کشوری که دارای بیشترین منابع طبیعی‌اند و بر اساس اطلس جهانی ارزش تقریبی منابع اونها محاسبه شده آشنا میشید. کشور کانادا در این لیست در رتبه سوم قرار گرفته. 10. استرالیا. استرالیا دهمین کشوریه که در این لیست قرار گرفته و مبلغی معادل 19.9 تریلیون دلار از معادن خود کسب کرده. این کشور به دلیل داشتن ذخایر عظیم زغال سنگ، چوب، مس، سنگ آهن، نیکل، سنگ نفتزا و فلزات کمیاب خاکی مشهوره و صنعت معدن جزء صنایع اصلی اون محسوب میشه. استرالیا همچنین یکی از کشورهای پیشرو در جهان در زمینه معادن اورانیوم و طلا است. این کشور دارای بزرگترین ذخایر طلای جهانی و بیش از 14% از تقاضای طلای جهانی و 46% از نیاز جهان به اورانیوم را تامین می‌کند. 9. جمهوری دموکرات کنگو. معدن صنعت اصلی جمهوری دموکراتیک کنگو می‌باشد. این کشور در سال 2009 دارای بیش از 24 میلیون دلار ذخایر معدنی از جمله بزرگترین ذخایر کلتان و مقادیر زیادی کوبالت بوده. همچنین بر اساس تحقیقات زمینشناسی آمریکا برآورد شده که کنگو دارای ذخایر مس، آلومینیوم، طلا، تانتال و قل و بیش از 1 میلیون تن لیتیوم. 8. ونزوئلا. ونزوئلا که از کشورهای آمریکای جنوبی دارای ذخایر منابع طبیعی به ارزش حدودی 14.3 تریلیون دلاره. این کشور همچنین جز صادرکنندگان برجسته بوکسیت، زغال سنگ، طلا، سنگ آهن و نفت محسوب میشه. ذخایر نفتی کشور ونزوئلا از مجموع ذخایر کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک هم بیشتره. ونزوئلا سومین تولید کننده زغال سنگ در دنیا بعد از برزیل و کولومبیا است. 7. ایالات متحده آمریکا. معدن یکی از صنایع اصلی ایالات متحده است. مجموع ذخایر فلزی و زغال سنگ این کشور در سال 2015 حدود 109.6 میلیارد دلار تخمین زده شده. ایالات متحده به مدت چندین دهه از تولید کنندگان پیشرو در زمینه زغال سنگ بوده و 30% از ذخایر زغال سنگ جهانی را در خود جای داده و مقادیر زیادی چوب و الوار داره. مجموع منابع طبیعی در ایالات متحده حدود 45 تریلیون دلاره. 6. برزیل. برزیل دارای ذخایر اقتصادی به ارزش حدود 21.8 تریلیون دلاره که شامل طلا، آهن، نفت و اورانیومه. صنایع معدنی این کشور متمرکز بر بوکسیت، مس، طلا، آهن و قلعه. برزیل همچنین دارای بزرگترین ذخایر طلا و اورانیوم در جهان و دومین تولید کننده نفته. با این حال چوب جزء ارزشمندترین منبع طبیعی برزیله. 5. روسیه. ارزش منابع طبیعی کشور روسیه حدود 75 تریلیون دلار برآورد شده. این کشور دارای بزرگترین صنعت معدن در جهانه که به تولید سوخت‌های معدنی، مواد معدنی صنعتی و فلزات می‌پردازد. روسیه همچنین از کشورهای پیشرو در تولید آلومینیوم، آرسنیک، سیمان، مس، منیزیم و ترکیبات اون، نیتروژن، پالادیوم، سیلیکون و وانادیوم. این کشور دومین صادرکننده مواد معدنی کمیاب در دنیا است. 4. هندوستان. بخش معادن هندوستان 11% از تولید ناخالص داخلی صنعتی GDP و 2.5% از کل تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میده. صنایع معدنی و فلزی هندوستان در سال 2010 ارزشی بالغ بر 104.6 میلیارد دلار داشته. ذخایر زغال سنگ این کشور 4مین رتبه را در جهان داره. سایر منابع طبیعی هندوستان هم عبارتند از بوکسیت، کرومیت، الماس، سنگ آهک، گاز طبیعی، نفت و سنگ تیتانیوم. 3. کانادا. کانادا سومین کشور در بین کشورهای دارای ذخایر عظیم منابع طبیعیه. در مجموع ارزش ذخایر منابع طبیعی کانادا بالغ بر 33.2 تریلیون دلار برآورد شده و بعد از ونزوئلا و عربستان رتبه سوم ذخایر نفتی رو در جهان به خود اختصاص داده. منابع طبیعی این کشور شامل گچ، سنگ آهک، سنگ نمک، پتاس و مواد معدنی انرژیزا همچون زغال سنگ و اورانیومه. منابع فلزی در کانادا هم شامل مس، سرب، نیکل و روی بوده و فلزات گرانبها شامل طلا، پلاتین و نقره هستند. 2. عربستان سعودی. عربستان سعودی 20% از ذخایر نفت جهان رو داراست و از این جهت در رتبه دوم جهانی قرار گرفته. نفت در سال 1938 برای اولین بار در عربستان کشف شد.
و از اون زمان عربستان از صادر کنندگان بزرگ نفت بوده و اقتصاد اون بر پایه صادرات نفتی استواره. عربستان همچنین دارای ششمین ذخایر گاز طبیعی بوده و مقادیر زیادی چوب هم داره. یک، چین. چین با دارا بودن حدود 23 تریلیون دلار منابع طبیعی، جایگاه نخست رو در این فهرست به خود اختصاص داده. 90% از منابع اون شامل زغال سنگ و فلزات خاکی کمیابه. با این حال چوب یکی دیگه از منابع طبیعی مهم چینه. سایر منابع تولیدی چین عبارتند از آنتیموان، زغال سنگ، طلا، گرانیت، سرب، مولیبدون، فسفات، قل، تنگستن، وانادیوم و رویه. البته موفقیت اقتصاد چین مدیون تلاش بیوقفه و ساده زیستی مردم این کشوره و ما به خوبی میدونیم که منابع زیاد بدون مدیریت درست فایده ای نخواهد داشت.